دادگاه تجدید نظر درخواست حمید نوری ملقب به عباسی را رد کرد و حکم حبس ابد او را بر اساس اتهامات وارده مبنی بر قتل عمد و مشارکت در جنایات جنگی تایید کرد. بیش از 450 نفر شامل خانواده‌های دادخواه، شاهدان دادگاه، فعالان سیاسی و اساتید دانشگاه همزمان با اعلام رأی دادگاه تجدید نظر حمید نوری در بیانیه صدور رأی تجدید نظر را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی قلمداد کردند. جزئیات به این خبر رو بررسی می‌کنیم با ایرج مصداقی، شاکی اصلی پرونده حمید نوری. آقای مصداقی، تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره با توجه به اینکه همینک یک شهروند سوئدی در ایران زندانی است و زمزمه تبادل و معامله مطرح بود؟ بله، این موفقیت در واقع پیروزی عدالت هست، پیروزی دادخواهان هست و این پیام مستقیم داره برای نظام اسلامی، به خاطر اینکه این پرونده است باز. دولت جمهوری اسلامی از ابتدا دنبال این بود که حمید نوری تبرئه بشه، به خاطر اینکه با تبرئه شدن او این پرونده میتونست جمع بشه و دیگر متهمان پرونده که یکی از اونها رئیسی است و بالاترین مقامات قضایی رژیم هم نامشون در این پرونده ذکر شده و میتونن در مزان اتهام قرار بگیرن. بنابراین این یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی، یک شکست بزرگ هست برای جنایتکاران علیه بشریت و این میتونه نوید روزهای بهتری باشه، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده. این نمیتونه پرونده حمید نوری رو جمع بکنن، به خاطر اینکه با این پرونده با دیگر پرونده ها تفاوت اساسی داره. در اونها اگر متهم آزاد بشه یا مبادله بشه پرونده جمع میشه، ولی در این پرونده خاص نه، این گونه نیست. پرونده برای دیگران باز هست و این تبعات سیاسی برای نظام اسلامی داره.